سلام و خوش آمده در ایران چه می گذرد؟ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین و امروحانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق ایران در سانه هوایی کشته شدند و حال انتخابات زود هنگام در راست اما پیش از انتشار خبر کشته شدن رئیسی و حیات امروحش علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی به مردم گفت نگران نباشند هیچ اختلال در کار کشور و میان نمی آید چرا ای چنین گفت؟ در افغانستان امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که رئیسی و عبداللهیان در توسعه همکاری منطقه با طالبان نقش مهمی داشتند. حال نبودن رئیسی بر اوزا در ایران و نیز مناسبات بین تهران و طالبان چقدر تاثیر خواهد گذاشت. در این مسلس بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی و نقیب آروین روزنامه منگار در واشنگتن دی سی خب مهدی بیا از اینجا شروع کنیم که بودن و نبودن ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟ اه. سلام به شما و سلام به آقای آروین مهمانه از برنامه تون. موضوع ابراهیم رئیسی و بودن و نبودنش تقریبا است که همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران روش توافق دارن که خیلی اتفاق خاصی نمیفته چرا؟ برای اینکه در ایران ما یک ساختار دوگانه قدرت داریم یک نهاد رهبری هست که در واقع همه این تصمیم ها اونجا گرفته میشه همه چیز باید با نظر اون انجام بشه به طور در واقع تشریفاتی تنفیز رئیس جمهور یعنی تایید کردنش بعد از انتخابش با اوست ولی به طور رسمی حتی در چینش کابینه هم دخالت میکنه و در این حال یک رئیس جمهور داریم که بالاترین مقام اجرایی کشوره و رئیس دولته و کسی است که در واقع قرار است که امورات داخلی و خارجی کشور رو اداره کنه در نظر بگیرید تو یک بسته ای تو یک چارچوبی که در جای دیگر اون فردی مثل رهبر جمهوری اسلامی هست که اختیارات وسیعی داره نهادهای بسیار وسیعی به او پاسخگو هستن از جمله تلویزیون رادیو و تلویزیون صدا و سیما از جمله نهادهای نظامی که مستقیما به رئیس دولت پاسخگو نیستند برای سالها این ساختار دوگانه شاید خود حاکمیت را هم در ایران آزار میداد و تلاش نهاد رهبری نه فقط خود رهبر بلکه مجموعی که زیر نظر اون در واقع کار میکنن و کشور را اداره میکنن این بود که حد اختیارات یک رئیس جمهور رو در حد مثلا معاون اجرایی رهبر پایین بیارن و به این ترتیب یک رئیس جمهوری داشته باشن که در دنیا بشه گفت که ایران کشور دموکراتی است که به رأی مردم متکی است و مردم انتخاب بالای بالاترین مقامات رو ولی هر چه که اراده در واقع نهاد رهبری و خود رهبر هست اجرا بشه آقای رئیسی تونست بدون هیچ کشمکشی این جایگاه ریاست جمهوری در ایران رو ببره در همون سطحی که مطلوب رهبر و مقام رهبری بود قبلا در یک دوره احمدی نجات هم یک رفتار اینجوری داشت منتها احمدی نجات وقتی که در دوره دوم از رأی خودش مطمئن شد و از حمایت ها مطمئن شد و میدونست آخرین دورشه و نمیخواد که تایید بیشتری از رهبر جمهوری اسلامی بگیره گاهی این وسط شیطنت ها مخالفت هایی میکرد افشاگری هایی میکرد کارهایی از این دست میکرد ولی آقای رئیسی بدون هیچ هاشیه مطیع فرمانبر و در واقع همون مسئول اجرایی مدیر اجرایی رفتار رهبری بود بنابراین به, به این معنا نبودن آقای رئیسی تغییر ایجاد نمیکنه. اون مدیر اجرایی رفته یک مدیر اجرایی دیگه میاد ولی به یک معنا یک تغییر ایجاد میکنه که خیلی گذرا سعی میکنم بهش اشاره کنم اگر وقت بود بیشتر بهش میرسیم اون هم این هست که در سالهای اخیر گمان زنی هایی بود مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی میتونه نقش رهبر آینده رو داشته باشه یعنی جانشین خامنه ای از گزینه هایی باشه که جانشین بیشتر ای در این مورد صحبت بکنیم در جریان این برنامه این و اگر وصل بکنیم موضوع را با آنچه که شما گفتین جناب آروین بودن و نبودن رئیسی چی معنایی میتونه داشته باشه برای مناسبات بین تهران و طالبان که پس از بازگشت طالبا و قدرت در نزدیک به سه سال گذشته ظاهرا گرم و سمیمانه تلقی میشه درود بر شما همونطور که جناب آقای احمدی گفتن تقریبا تمامی صاحب نظران در دنیا بر این نظرند که تغییر چندانی در سیاست های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی پدید نمی آید با نبود آقای رئیسی رئیس جمهور فقید کشور روابط طالبا و ایران هم روابط بسیار پیچیده و چند پهلوی است در دهه 90 میلادی حضور اولیه طالبان بر اقتدار اف... بر سر قدرت افغانستان نحوه تعامل و رابطه طالبان و ایران دگرگونه بود اما پس از 2001 و پس از 11 سپتامبر این رویه و این رابطه تغییر یافت در طول سالهای حضور ناتو و امریکا در افغانستان بخشی از طالبان، ایر... بخشی از کسان که علیه این نیروها می‌جنگیدند به نوع مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند در این حال که ایران و جمهوری اسلامی اعتماد لازمه برای تعامل با طالبان ندارد و هیچ وقت نداره در این حال احتیاج دو جانبه برای حفظ رابطه و تعامل برای هر دو طرف وجود دارد ناگذیری های بر هر دو طرف وجود داره به خاطر اینکه مرز شرقی ایران برای ایران بسیار مهم است که امن باشه و اوزه نفوذ ایران است اوزه منافع ایران است و از طرف طالبان در عین حال که شما وقت در میان رده های پایین طالبان بررسی بکنین یک احساس و یک موج ضد ایرانی در اونا وجود داره بنابراین بسیار سخته که اونا شما دیدین در, در دو سال گذشته چندین بار مشکلات مرزی پیش آمد و بسیار احساس این که ما میتانیم به ایران حمله بکنیم یا در مرزای مثل نیمروز مشکل خلق بکنیم در ردای پایین طالبا وجود دارد با وجود این کنترل رابطه ایران و افغانستان و طالبان موضوعی بوده که بسیار مهم بوده برای, برای جمهوری اسلامی و در طول دو سال گذشته سه سال گذشته مدیریت شده موجی از مخالفین سیاسی و نظامی طالبان که در ایران به ایران پناه آوردن به اجازه فعالیت علیه طالبان نیافتند بنابراین جمهوری اسلامی چی با حضور در حکومت آقای رئیسی چی پیش از او و چی در آینده تا جایی که فعلا معلوم میشه یک نوع تعامل محتاطانه با طالبان خواهد داشت تشکر از این بیشتر صحبت میکنیم مخصوصا در مورد این بازی دوسویه تهران خب انتخاباتی که رئیسی در او به قدرت رسید مهدی دیدیم که ظاهرا سرد و به مشارکت مردمی کمرنگ بود حال انتخابات زودنگام در راه است میشه یک مقدار در این مورد ما بگویی که این انتخابات چگونه خواهد بود ناظران در این مورد چی میگن بله بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در نبود رئیس جمهور که ممکن علتش مرگ رئیس جمهور باشه علتش غیبت رئیس جمهور باشه یا علتش حتی موردی که دست کم در چهاردهه اخیر پیش نیامده ولی در سالهای اول جمهوری اسلامی پیش آمد از رئیس جمهور باشه حال در نبود رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کابینه رو به عهده میگیره ولی یک معموریت خاص و ویژه داره و دولت و کابینه هم در طول مدت این معموریت یعنی برگزاری انتخابات انتخاب رئیس جمهور جدید تغییری نمیتونه بکنه یعنی مجلس نمیتونه دست بذاره و یک وزیر رو استیضاح کنه و از کار برکنار کنه یا دولت رو استیضاح کنه در طول این دو ماه دو ماه یک معموریت ویژه داره در واقع 50 روز که یک انتخابات برگزار کنه که خروجی اون انتخابات رئیس جمهور جدید مونتا به نکته خوبی اشاره کردید ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند بر تعداد این صداها افسوده میشه نه تنها بر تعداد صدا افسوده میشه روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هر چه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه و یک مثال همون مثالی هست که زدید به اونجا میرسم یه مثال همون مثالی هست که زدید انتخابات که سه سال پیش در سال 1400 برگزار شد آقای رئیسی خروجی این انتخابات بود میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود بعد از اون دو سال بعد سال گذشته انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شکوش و پایی هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده تجدید کنه از مجلس رأی بگیره یا نه وقتی که مجلس جدید مستقر شد میزان آرایی که در تهران حوزه در واقع انتخابی تهران که پایتخت هست آورد از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود و چرا تشکر از این علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست میشه؟ یک دو سه تایشه و مخاطبان ما نکته مهمش، یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هر چه جلوتر میره خرابتر 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 میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24 هزار تومان شروع کرد الان که مثلا فرض کن که در پایان سه ساله دولتش هستیم دلار تا 60 هزار تومان بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره تورم به شدت بیداد میکنه اینها و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست. حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجری است و تایید خامنه ای هم داره و آقای مخبر اتفاقا از کراکترها و شخصیت‌های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبر جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده یک طبقه ظاهرا هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخو هم در این باره نباشه که واقعا مهم است و, 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 و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم اساسا یک اصطلاحی در سال‌های اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی یعنی آقای خامنه‌ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو چه در دولت چه در مجلس چه در قوه قضاییه همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این سی و چند سالی که از رهبری آقای خامنه میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی دو سال اخیر حذف شدن با نظارت استثابی از کار کنار گذاشته شدن بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران و این جالب هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است که در واقع برخی میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذارد تشکر از این خب جناب آروین تا جایی که ما جستجو کردم پایا به شکیبایی برداشتای از هشت سال وزارت نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین دیدین چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟ خب نکته مهمه که از کتاب در او کتاب آقای ظریف اشاره کرده اینکه که طالبان با ازینه ای ایران بر سر قدرت آمدن اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه در سوشال میدیا های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود که طالبان با ازینه ایران بر سر کار آمدن اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودند و متحد نبودند باید داریم که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان اولین به اصطلاح فرش سرخی که پنج شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود عکس که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شد اما به حال منتشر شده وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حال که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود پذیرایی شدن از سوی آقای زریف و حال ایران نق... کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست اگر ایران در نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و بر آوردن طالبان تسلط یافتن طالبان بر... بر افغانستان تقریبا ناممکن بود آقای ظریف به این موضوع هم تا جایی که ما جستجو کرد و مشاره کرده که بعد طالبان رفتن با امریکایی ها در دوحه قطر اونجا صحبت کردند و بحث کردند و توافق بستند در اونجا و مسیر وست شد ظاهرا ولی در توافقی که بر, بر با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشد چنانچه ما اشاره کردم در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان ایران بسیار نقش برجسته داشت شما در غرب افغانستان که ما اونجا زندگی میکردم وقتی که جنگ بود و وقتی که طالبا قدرت گرفتن و وقتی که حکومت سابق سقوط کرد ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافق نامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه بنابراین ایران بسیار نقش رخش. چی در پشت پرده چی در بزاهر. در در تمام تحولات چهل سال اخیر نقش داشته از جمله در سقوط حکومت سابق و, و از جمله در برسر آوردن طالبان ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت به چه سوی خواهد رفت چیزی که بیشتر در این مورد هم صحبت کنیم تشکر جناب آروین از این مدی یک موضوع که جالب توجه هست رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این سانه اخیر هست که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه را به خود جلب کرده چهار سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین روی خود سپای پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد خامنه ای دیدیم که در معذر عام گریست اما بال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهرا چندان متاثر به نظر نمیرسه رسه. یا نمی رسید تا جایی که دیدیم بیشتر به نظر می رسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین موضوع جانشینی در این مورد میشه به مخاطبان ما بیشتر بگویید حتما اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و رو به خاطر تفاوتی که داشتن یعنی همینطور که من گفتم الان بله خسارتی که آقای خامنه ای دید ولی خسارت کمی است چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه میخواد رو ادامه بده این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه ولی از اون طرف فرای این موضوع ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه ای بود برای رهبری ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد یعنی در مورد افغانستان که صحبت کردیم سالهای سال که پرونده افغانستان دست اسماعیل قانی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه خود آقای کاظمی قومی که الان در واقع نماینده ویژه در امور افغانستان نیروی که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق میخواستنش در نقش سفیر در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردن الان در افغانستان میخوانش پرونده افغانستان رو میدن دستش بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت در میان گروه های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان این داستان رو مدیریت میکرد و واقعا از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاه های جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود ولی چرا ابراهیم رئیسی اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمیکنه همچنان یک گزینه ای بوده در این سالها برای رهبری برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه میکنیم اون یک خونه و دفتر بسیار کوچیک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا سه نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچیک کشور رو اداره می و پیش می بردن آقای خامنه وقتی سر کار آمد که خیلی در واقع انسان جوانی بود ولی برحال در پنجاه سالگی ولی در این حال آدمی بود که سابقه یک کار تشکیلاتی داشت اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالک بر چهار پنج هزار نفر نیرو داره یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدیدی ایجاد کنه همه اینا رو کنار بزنه بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه بنابراین چنین نهادی چه خود دفتر رهبری باشه چه خود سپاه باشه که رفته رفته مثلا در این سی سال گذشته در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دستا... دست داشته ز... بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهرا یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره بنابراین رئیسی, رئیسی گزینه خوبی بود بنابراین انسان ضعیفی بود انسان گوش به فرمانی بود ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنند چرا شد رئیس جمهور برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه بیشتر مردم بشناسندش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنند گرچه اتفاقاتی که در این سه سال افتاد من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزون برای اینکه عملکردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام‌ها صورت گرفتند. حالا ممکن اینو رو توجیه کنن که دولت و قوه دهات های مستقل هستند هم ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد. می‌دونیم که از سال‌های 1988 یعنی به نحو از آنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران تشکر مدی از این واقع جالب بود ایران سالهای سال جناب آروین با باور ناظران بازی دوسویه کرده یعنی که در ارتباط با افغانستان مثلا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان ما شاید بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان تا همونطور که بیشتر هم اشاره شد مایک پامپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان از طرف امی لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حال که تهران میخوای رابطه سمیمی داشته باشه با طالبان اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل چرای مثل اسماعیل خان خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟ ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه ها و راه مختلف را همیشه جستجو کرده برای از که نقش داشته باشه در این کشور و این تقریبا طبیعی است در بود پیچیده تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستانی است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتن از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران و از جمله چی تعاملی را با امریکا داشتن در افغانستان موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتاب هایی که اخیرا مثلا آقای خلیزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن نشان دهنده ای است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته برعکس او چیزی که در رسانه به نظر می آمد از مخالفت ها و تضاد منافع که در جاهای دیگر داشتن در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی ای صورت گرفت در 20 سال اخیر ولی در این حال ایران نگران این است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیشیدگی های از این دست بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر تعامل با طالبان میکن... که حرفتان را خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پامپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا امریکایی ها و یارانش حضور داشتند ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم وسایل افغانستان با هم دیدار می داشتند و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتن بدون همکاری ایران ناممکن بود بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در برسر مسئله افغانستان داشته و توافق دوها یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران, ایران این ناممکن بود و <applause> از این خوب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست اما برخی به با این باورند که ایران واقعا از زور امریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالنج و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همی که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه های که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحوه راه را باز کرد برای بازگشت طالبان تشکر از این خب معدی کوتا اگر به ما بگویی که اگر بودن و نبودن رئیسی برای ایران و فراتر از او مهم نیست یا چندان مهم نیست دوره بعد از خامنه ای چقدر میتونه سرنمش ساز باشه برای ایران و فراتر از ببینید اون خیلی تعیین کننده است به خاطر اینکه الان همه سرنخ در جاهای مختلف همطور که گفتم دست یک نفر و دست یک مجموعه یک نهاد به اسم نهاد رهبری خیلی هم متکی به خودش هستند در موارد مختلفی از جمله مثلا اخیرا دیدیم که پلیس تصمیم میگیره با زنهایی که حجاب اجباری رایت نمی کنند برخورد کنه و برخورد های خشنی هم میکنه بعد یک جا مثلا فرض کن که یک پیام از خامنه ای منتشر میشه که من رضایتی به این جور برخورد ندارم بلا فاصله چند نفر رو میگیرن توبیخ میکنن که مثلا برخورد تون کرد یعنی منظورم اینه که همه چیز بسته به نظر یک نفره که اون نفر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است نبود اون آدم چندین خلل میتونه ایجاد کنه اولا گروه های مختلفی چه نظامی چه سیاسی چه امنیتی که یکی از هنرهایشون هم ایجاد نهادهای موازی با یکدیگر که همدیگر رو در واقع مراقب باشن و بپان نبود اون باعث رقابت بین این نهات میشه نهات اقتصادی، نهات سیاسی، نهات امنیتی و میتونه که یک آشفت بازاری رو ایجاد کنه مگر اینکه اون نهادهای تعیین کننده پشت پرده مثلا سپاه و دفتر خود آقای ای به یک توافقی برسن که بتونن حیات خودشون و دست و نفوذ خودشون به منابع مختلف کشور رو ادامه بدهند ولی یک گزینه رهبر باشه به شکل اسمی که در واقع بتونه روی نما و روی پرده در واقع اون گروه باشه از این جهت نبود رئیسی به این گروه ها ضربه میزنه و باید دنبال گزینه دیگری باشند که در واقع در حد توانایی رئیسی بتونه ضعیف و, و بتونه ندارش, ندارش کنند, ندارش کنند. خیلی تشکر فرصت ما تمام شد در این مسلس همینجا باید تمام بکنیم مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی و نقی باروین روزنامه در واشنگتن دیسی بسازت تشکر از حضورتان در این مسلس و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید